خود من پدرام ویتو هستم. واو، من توگل هستم و خوش اومدید به کانال زکس مادو یار ملنگ. او ببینید چی داریم براتون. بالاخره پس از سالها صندلی برون و برون و دیگه نوبت فرمان روایی من فرا رسیده. اینشو آزاد کن ها. خیلی باحاله، خیلی باحاله، مبارکت باشه. دیگه به صندلی من دست نمیزنی خدا به شکر. آره، یکی دو هفته پیش سفارش، بیشتر دو هفته پیش سفارش دادیم دیگه تا بیاد. و خب اگر میخواین راجب سکس بدونید، راجب خود ارضایی، راجب ارضا شدن، دیر انزالی تو سکس چیکار کنیم که طرف مقابل راضی باشه، دخترها چیکار کنن بهتره، پسرها چیکار نباید بکنن بهتره، کلاً چیکار کنیم که زود بشه زود نشه، همه این چیزا رو میخوایم صحبت کنیم. فرهنگ سکس، این تابویی که همه ایرانی ازش میترسن صحبت کنن، ما میخوایم راجبش صحبت کنیم. آره اصلا راجبش صحبت نمیشه. آره راجبش صحبت نمیشه، میگم بعد دیگه زشت، ای به اصلا این حرفو نزن، من راجب این چیزا نباید حرف بزنم. پس اگر میخوایی راجب این چیزا بدونید تا آخرین گپنوش ماما باشید. گپنوش، گپ بزن و می بنوش. گپنوش، گپ بزن و هی بنوش. گپنوش، گپ بزن و هی می. گپ بزن و هی می. گپ بزن و می بنوش. گپنوش. خب از اونجایی که من تجربه زیادی دارم افتخارم میکنه. ببین من آره بگو. من مطالعاتم زیاده. ببین از اونجایی که من آدم کاوشگریم، یه سایتی بود قدیما من پیگیری میکردم، سایت انگلیسی بود به اسم سکسولوژیست، یه همچین چیزی بود که پوزیشن های مختلف رو معرفی میکرد، چیکار کنیم که شخص مقابل راضی باشه. اینو من نباید اینجا بگم، ولی مورد داشتم من که دوست دختر قدیمم کات کرده بود، مثلا بعد 6 ماه به من زنگ میزد میگفت پدرام لعنتی میخوام بیام یه شب با هم باشیم، من برم احتیاط پیدا کردم به سخصه خاک میسر خیلی بلندیم گفت شدنیم. آقا جان اسپانسر این ویدیو، آه اسپانسر این ویدیو کسی نیست به غیر از سینا نه که یه یوتیوبر مشتیه، تمام ویدیوهاش هم راجع به همه موضوعات خاک برسریه. آره آره بله، آیدی کانالش هم رو صفحه ببینید و تمام لینکش هم در دیسکریپشن هست. کلا راجع به مسائل خاک برسری و آبش رو ریخ رو تخت و تو دهنش و آلت موزی و خیلی کلا مسئله خاک برسری رو خیلی بهش پرداخته. برید سابسکرایبش کنید، لایک و کامنت، دهنش رو سرویس کنید، پارش کنید. از این سری لحاظ به نظرم بد نیست، میدونی خورده اطلاعات تو این داستانه بره بالا، چون احساس میکنم تو این مورد خیلی ایرانی ها ضعیفن. آره از روش فیلم ها هم بخوای مقایسه کنی اصلا آره ضعیفیم. آره ضعیفیم تو این موضوع، ضعیفیم. چیز افتخار آفرین نه مسئله مهمیه. ببین آره. یه حرفی مشکلات هستن، یه حرف مهمی قدیمی ها زدن که الان منتسبش کردن به تتلو، میگن تتلو این حرف زده. من خیلی خیلی قدیمتر مثلا 15 سال پیش این حرف رو شنده بودم که میگفتن خارجی ها کیرشون تو کسه فکرشون تو کار، ایرانی ها فکرشون تو کسه کیرشون تو کار. این خیلی مسئله مهمیه. چرا این موضوع اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما گرسنگی جنسی داریم و چطور میتونیم این گرسنگی جنسی رو برطرف کنیم؟ بهش پرداختن، یعنی بتونیم تغذیه درستی داشته باشیم در این زمینه که گرسنگیمون برطرف بشه. مسئله اصلی انزاله. بالاخره باید توضیح بدیم. میخوای من تو میخوای سکوت کن، تو شرابتو بخور، من زرتوفرد میخوام، هیچ مشکلی هم ندارم. تو تحقیقاتی که من کردم آقایون میخوان ارضا بشن اینجوریه که اوج میگیره تمام، بعد ارضا شدن دیگه میمیره فینیشیم. ولی خانوما یه روند اینجوری دارن، میاد بالا میاد بالا میاد بالا، این بالا میمونه، اوجش میرسه دوره یواش 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 میره پایین. و این به اوج رسیدن خانوما زمان بیشتری نیاز داره، مال آقایون زبانش کمتره، یه پاچه نشون بدن ما تمام ضربان قلب رفته بالا، تپ 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 تپ، خون به مغز دیگه نمیرسه دیگه تمومه. ولی خانوما رو باید تحریکشون بکنیم. بذار اینو من بزنم شارژش، تو وسط کار چخ نره، تو میخوای یه چیزایی بگو.
نه دیگه بیا دیگه تاخیر استاد اینجا هست، من چی بگم؟ استاد خوب باید پروفسور صدام. داشتم توضیح میدادن با جای این موضوع که اول برسیم به تحریک، که چیکار بکنیم که طرف مقابل راضی باشه. ببینید وقتی که شخص مقابل که خانوم باشه راضی باشه، این خانوم شما دیگه ول نمیکنه که، چون راضیه. برای راضی نگه داشتن خانوم، حالا این تکنیکا رو من بگم، این اینجا از دیگه تکنیکا به درد من نمیخوره دیگه، سوخت میشه، ولی بهتون میگم دیگه چیکار کنم دیگه. ببینید اولا که اینو یادتون باشه که خانوما از گوش عاشق میشن، آقایون از چشم. یعنی ما پستون رو میبینیم حشری میشیم، ولی خانوما پستون ما رو ببینن حشری نمیشن. پس ما باید با کلام اولا چیزایی بگیم که تحریک کننده باشه، نه اینکه یهو بگیم آخ چون بده بذارم. این خوب نیست. باید بگی من دوست دارم، حرفای عاشقانه بزنی، حرفای احساسی بهش بزنی که احساساتش رقیق بشه و هورموناش یه خود بالا پایین بشه که بتونیم وارد مرحله بعدی بشیم. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که بتونی نقاط حساس طرف رو پیدا کنی. نقاط حساس به شما کار نداشته باشیم. یکی این که اینجای پاها هست، بذار بکشم بالا، پایل تو لخته. یکی این فکر این زانوه. نه بابا، خب مال تو نه باباست، مال تو بعضی ها هست. خود پایه، یعنی خود پا، گردن، گوش، گردن، خب. نوک ممه. آها، نسبت به فتیش ها یعنی میگی که باید چیز باشه. بعضی اینجوری هم، بعضی نقاط حساسشون اونجاست دیگه. یعنی بعد این به نظرم چیزای اکثریت ها، مثلا اکثرش یعنی یه چیز گردنه، ممست، گردن و لاله گوشه. لاله گوشه، ممست، ممه خیلی جوابه، ممست. و ببینید همیشه یادتون باشه زرتی دست رو نبرید جای حساس، زارت اول داستان، چون لوس میشه. باید هی دست رو ببرید روی کشاره های رون، کشاره میگن کشاله، کشاله های رون، سفید رون، هی دست رو ببرید. فیلم سوپر شد پدرام. خب بذار بالاخره بچه ها باید بدونن دیگه. و شما قبل از اینکه وارد عملیات بشید، آقایون دارم میگم، شما باید یه 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت عقب شما تلاش بکنی واسه اینکه وارد رابطه بشین. یعنی اینجوری نیستش که بکش با این عزیزم تموم بشه بلا. چون گفتم به اون اوج رسوندن خانوما خیلی زمان بره. این راجع به این موضوع خیلی سربسته و سریع و خلاصه گفتم. خب حالا چیکار بکنیم ما آقایون دیر ارضا بشیم؟ این نکته مهمی. ببینید هر وقت که میبینید داره به اوج میرسه، ضربان قلب به شدت رفته بالا، دو تا راهکار بهتون میگم. یک، تغییر پوزیشن خیلی کمک میکنه. تا آبیای جا به جا بشید و یه خورده فروگیش میکنید دوباره ادامه میدید. حالا چرا ما ایرانی ها زود انزالی داریم اونم براتون توضیح میدم تو همین ویدیو. سینا اینو دریابید، لایک و کامنت سابسکرایب یاد نره، اون کش داده که ما این موضوعات رو واسه شما بگیم، وگرنه ما که نمیگفتیم. چی داشتم میگفتم؟ تغییر پوزیشن. تغییر پوزیشن خیلی جوابه. اوکی، سریعاً فازو میاره پایین و میتونه تایم بیشتری داشته باشه. یه دونه دیگه چیز که خیلی جواب میده، برید رو سقف، برید سقف رو نگاه کنید، ترکی پیدا کنید، لکه‌ای پیدا کنید، برید تو لکه‌ای که آقا اون لکه واسه چی، یعنی مثلا حواستون رو پرت کنید با سقف جواب. اصلا وقتی که تو یه محیطی هستی که ارکشن بهش میگن انگلیسی ها، یعنی نعوز عربا میگن، فارسا میگن شق، راست. هر وقت راست کردید سقف رو نگاه کنید، خیلی سریع میاد پایین. بهترین راه کارش سقف نگاه کردنه. ولی سقف نه اینکه فقط بالا رو نگاه کنید، ولی مخت یه جا دیگه باشه. سقف رو نگاه کن، دنبال ترک بگرد، دنبال لکه بگرد، توجه کن به جزئیات سقف. این از این. خب تا اینجای کار رو گفتم. یه چیز مهم دیگه هم که هست بعد از ارضا شدن، نه کلن بهداشت و این صحبت هست. خب حالا قبلش که خب یه چیز مشخصی که حالا باید آدم تمیز باشه، دوش موش گرفته باشه. بعدش اینو من خیلی راجعش خونم، حتما حتما بعد از رابطه جنسی باید هر دو طرف برن بشاشن. آره، باید دستشوی برن و خب نظافت و تمیزکاری این چیزا رو انجام بدن و کاندوم. کاندوم. آها، آره. این نکته رو می‌خواستم بهتون بگم. حتی واسه پسرها، یعنی مثلا فکر می‌کنن فقط برای جلوگیری از بارداریه، ولی کلاً باید چیز مناسبیه. آره. ببین بچه‌ها، می‌خوام یه راهکار بهتون بدم از بارداری ناخواسته جلوگیری میکنه. وقتی که شما یه بار ارضا میشی، برای بار دوم که میخوای سیکس بکنی،
پسری میگه بابا من که توش نریختم نمیدونم چرا طرف باردار شد، شما دفعه قبل ارضا شدی، توی مجاری آهلت تناسلیتون چند تا اسپرم گیر کرده که واسه دفعه دوم که دارید رابطه میگیرید اون چند تا دیوسی که تنبل بودن یه گوشه خوابیده بودن وارد قضیه میشن و میچسبن به تخمک و یه بچه ایجاد میشه. بنابراین شما بعد از این که ارضا میشید حتما برید بششید که مجاری با شاش تمیز بشه، یعنی از اسپرم تمیز بشه که اسپرمی توش نباشه که دفعه دوم میخواین حرکت بزنید اتفاق بدی نیفته. اینا رو کی بهتون میگه؟ خدایی نه باباتون این چیزا رو بهتون یاد نمیده. من دارم ببین کلی دارم شما رو میندازم جلو، سخت جنین، بدبختی، ببر بیار، اینا همه مصیبتاییه که من الان دارم ازش جلوگیری میکنم با این دانشی که بهتون دارم میدم. راجع به همه چی دارم بهشون دانش میدم. لایک کن، سابسکرایب کن، کامنت بذار. خب من یه سوالی واسه من همش راجع به این داستانه مثلا صحبتی که راجع به خودارضایی میشه. پیش اومده سوال چیه؟ فلان میشی چه میدونم کور میشی، یعنی چشمت ضعیف میشه مثلا، اینکه عینکی میشد انقدر زدی دیگه نظر فلان. نه به نظرم نمیدونم حالا رب داشته باشه. آخه میدونی پسرها خب داستانش حالا باز میگیم اوکی دخترها اوکی هن، یعنی مثلا میگیم اوکی اصلا خود ارزایش چیز خوبی نیست، نباید کسی انجام بده، چون چیزی که میگن اینه که میگن نباید چیز کنید دیگه. نه میرم آره میگن چیز خوبی نیست و فلان. حالا واسه دخترها میگم اوکی حالا اگرم انجام ندن این کارا، ولی پسرها تا اونجا که من میدونم همه انجام درد میگیرن اگه انجام ندن. آره تخ بیزه درد میگیریم ما چون خیلی پر بشه بیزمون درد میگیریم. آره من این چیزا رو اصلا میشتمد نمیدونم کدومش درسته کدومش اصلا. به غیر از اینکه بیزه میزه درد میگه که درد فیزیکیش به کنار، من خودم اینجوری هم، حالا شاید من بیماری جنسی دارم، بعد از دو هفته سکس نداشته باشم یعنی ارضا نشده باشم دیگه مخم به هیچی کار نمیکنه، یعنی نمیتونم راجع به آینده فکر کنم، نه گذشته، نه پیشرفت، نه هیچی، همه فکر و ذکرم میره حول محور این داستانه که چیکار بکنم سریع. بعد ارضا میشم دوباره به کارم میتونم ادامه بدم، مخصوصا اون موقعی که من مجرد بودم، یه تایمی پیش میاد دادم مجرده دیگه، مثلا میخواستم درسی بخونم، کتابی بخونم، کاری بکنم، بعض وقتا دیگه مخم رد میداد، میرفتم یه خود ارضایی میکردم، میخوابید همین چیز، تازه میتونستم بیام بفهمم او کتاب چی داره میگه یا درسم چیه یا هر چیزی. آره به هر حال هر چیزی که خب زیادش خوب نیست، یعنی روزی 4 بار 5 بار مثلا. حتی آب، آره شما آبم زیاد بخوری، ببین روزی باید 8 لیوان آب بخوری، شما روزی 40 لیوان آب بخور رو به موت میشی، انقدر خونت رقیق میشه که میفتی رو به مرگ. حتی آب زیاد رویش بده. آره زیادش واقعا خوب نیست. خب این از این. و اما چرا ما ایرانی زود انزالی داریم؟ یپ نوش یپ بزن و می بنوش، یپ نوش یپ بزن و هی بنوش، یپ نوش یپ بزن و هی می، یپ بزن و هی می، یپ بزن و می بنوش، یپ نوش. ببینید این دولمونه، خب یه پوست اضافه داره که به لطف اسلام اون پوست رو میگیرن، چیزیه که خدا خودش گذاشته روی انسان، یعنی تعبیه کرد. من نمیدونم خدا فراموشی داشته چرا اومده به محمد گفته تو باید کات بکنی، بعد به عیسی یادش رفته که این موضوع رو بگه شما باید کات بکنید اون پوست اضافه رو بگیرید، دوباره به یهودیا گفته شما باید کات کنید، به ابراهیمیا نگفته باید کات بکنید، به بودایی ها نگفته، به یکی گفته به یکی نگفته، به یکی گفته به یکی نگفته، نمیدونم این مشکل خدا چیه. ولی کلن اینو بدونید که مثلا نمونه شو من میخوام بهتون بگم چیزی که دم دسته. ببینید یه پوست اضافه ما داریم توی آرنج، خب همتون هم دارید، بچه نوزاد هم نگاه کنی این پوست اضافه رو داره، حتی رو بند انگشتمون هم اینجای بند انگشت پوست اضافه رو داره. این پوست اضافه واسه چیه؟ واسه اینه که شما وقتی که خم میکنی زخامت این قسمت با این قسمت تازه یکی بشه، نه اینکه اینجا انقدر نازک بشه که پاره بشه یا حالت ارتجایی، چون میدونید خود خدا فهمیده بود که آقا این حالت ارتجایی داره، قراره که خم بشه، پس اینجا رو ما باید یه چوسه پوست اضافه تر کلوفتر قرار بدیم اینجا که مشکلی پیش نیاد. واسه حالت تناسلی مردانه این موضوع بوده، حالا درسته که بچه راست نمیکنه ولی خب بالاخره بزرگ میشه راست میشه دیگه، اون پوست اضافه واسه این تعبیه شده که شما وقتی که راست میکنی اون
سر کلاهک محل تجمع عصبهای جنسی هست اینجوری هلوپی بیرون نزنه، پوستش نازک نشه که دست میخوره تحریک بشه، یعنی یک لایه‌ای داشته باشه. بغیر از اینکه اصلا یه خورده از حجم آلت تناسلی میپره، اون کلاهک آلت تناسلی که زیرش پر از عصبه، اینو پسر رو درک میکنم، پر از عصبه جنسیه، هلوپی میفته بیرون، یعنی اون شیلدش برداشته میشه، در واقع اون حفاظش برداشته میشه و همه لخت میریزن بیرون که دیگه حساسیتش میره بالا. به جای اینکه با مثلا چه میدونم 100 بار تماس برقرار کردن تحریک بشه بیاد، با 4 بار تحریک شدن چون بیرون زده چیز میشه، ارضا میشه. این یکی از نمونه هایی که من میگم حالا اسلام یه سری سوراخ ها داره، یه چیز بیاد مرجع میگن، مرجع تقلید بیا توضیح بده که این داستان چیه. و خیلی واسه من این توی دایرکت مایرکت فرستادن که آقا نه، دانشمندان خارجی اروپایی امریکایی تحقیق کردن فهمیدن که خیلی مفیده، از بیماری جلوگیری میکنه، از عفونت، از سوزاک، از فلان و فلان و فلان و هزار یک چیز جلوگیری میکنه، مشکل عقیم شدن و میندازه عقب، باروری رو بیشتر میکنه، هزار و یک چیز. من یه سوال ازتون میپرسم، این که کل اروپایی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها، کانادایی ها، آمریکای جنوبی، ژاپن، چین، کره، تمام اینا هیچ کدومشون ختنه نمیکنن، آیا مشکلی دارن اونا؟ یعنی زود میمیرن همشون، دست به کیروهای همش توی این درمونگا اون درمونگا، آقا ما مشکل داریم، عفونت کرده، عمرشون کوتاه شده، نمیتونن بچه دار بشن، مشکلی براشون پیش اومده؟ هیچ مشکلی ندارن، میبینید که جمعیتشون هم رو به افزایش، چین همینجوری داره دنیا رو میگیره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس این که میگن برای سلامتی مفیده کسچری بیش نیست. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل آپاندیس. میدونی آپاندیس یک عضویه که خیلی به قول معروف چی میگن؟ خیلی واجب نیست. مال بعضی ها عضو میکنه، یه عضویه که خیلی کارایی نداره تو بدن، یعنی بود و نبودش فرقی نمیکنه. حالا میگن اگر ورش داری از عفونت و از اون تورمش جلوگیری میکنیم، جلوگیری میشه. ولی آیا، من این سوال رو دارم میپرسم از شما که آیا بین 1000 نفر چند نفر آپاندیسش عضو میکنه؟ بین 1,000,000 چند نفر آپاندیسش عضو میکنه؟ تو هر 1,000,000 یه نفر آپاندیس، حالا 1,000,000 یا حالا تو هر 100,000 نفر یه نفر آپاندیسش عود میکنه. حالا به خاطر اون یه نفر تو 100,000 نفر کل آدما رو باید آپاندیسشون رو در بیاریم؟ اینم در مورد همونه. حالا شاید یک نفر از بین 100,000 نفر به خاطر همون پوست اضافه بینش میکروب گیر کنه، فلان بهداشت رو رعایت نکنه، دچار سوزاک و یه سری درد بی درمون بشه، ولی به خاطر کلیت، به خاطر یک نفر کلیت رو نباید ناقص کرد، که یک جور نقص عضو به نظر من. آره نمیدونم، که اینو من خواستم تو همین اپیزودم هم توضیح بدم براتون. حالا پایه باشین، یک کسی اگر مخالف نظر منه بیاد بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، یا اون منو متقاعد میکنه یا من اونو متقاعد میکنم. و من دو سه تا دوست دارم، و چون من توی این موضوع میبینید که هیچ مشکلی ندارم راجبش حرف بزنم، هیچ مشکلی هم نداشتم از دیگران سوال بپرسم، از دوستای خارجیم توی اینترنت به هر حال این برانور، من به واسطه ها میگم زبان انگلیسی یاد بگیری دنیاتون بزرگتر میشه، واسه همینه. بعد از این مدت که باشون دوست میشدم ازشون میپرسیدم که آقا اشکال نداری سوال بپرسم، مثلا ما خط نمی کنیم، اینجوریه، مال دینمون اینجوریه، ما تایممون اینجوریه، ارضا شدنمون شما چقدر طول میگیشه، فرق میکنه. بعد اصلا یارو پشماش میریخ، میگفت یعنی چی شما کات میکنی، این چی کاریه، شما کس خونید، وحشید اصلا. مثل میمونه یکی مثلا یه فرقه ای باشه دماغشو کات بکنی، یا اصلا یه فرقه توی آفریقا هست نقطه جی خانوما رو در میارن، یعنی تو فرهنگشونه دیگه. چطور ما هیچ مشکلی نداریم میگیم آقا این کارمون درسته، باید ختنه انجام بشه، اونا هم میگن این کارمون درسته، باید نقطه جیشون رو برداریم. یا یک فرقه ای هستن که تو سر بچه هاشون یه حلقه هایی میندازن که این کله مثل کدو میشه، و اعتقاد دارن که این کار درستیه، ما داریم میکنیم، باید این کار رو بکنیم، کله مثل کدو بشه به خدا. یا مثلا یه فرقه هستن توی آفریقا حلقه میندازن تو گردنشون، گردنشون هی درازتر و درازتر بشه. یعنی اونا اعتقادشون اینه که این کارو باید بکنیم ما، درستش اینه، بقیه نمیکنن کسخلن.
الان داستان ختنه ما هم همینه، ما میگیم که نه کار ما درسته، اونایی که نمیکنن که اسخولن، نه آقا کارمون اشتباهه، مثلا نباید تو کار طبیعت دست بردن، خود طبیعی خدا یه چیزی میدونسته، اونو اینجوری آفریده که موقع بلند شدن یه مقدار پوست اضافه داشته باشه که وقتی راست میکنی هم توضیحاتشو دادم مشکلی برات پیش نیاد. اینم از این داستان. آها، و اما بعد از رابطه جنسی آقایون، اگر میخواین خانومی که باش رابطه جنسی برقرار میکنید از دستتون شاکی نشه، بعد از اینکه ارضا شدید شلوارتون نکشید بالا، پشتتون رو بکنید بگیرید بخوابید یا راتون رو بکشید برید. یک خدماتی رو شما بعد از ارضا شدن باید به طرف مقابل به خانوم بدید که اون کارا چیه؟ ناز کردن، به آغوش کشیدن، با معاور رفتن، باز همون حرفایی که قبلش میزدیم برای اینکه مخو بزنیم، تحریک کنیم که به داستان دسترسی پیدا بکنیم. وقتی دسترسیمون تموم شد پیدا کردیم، بعدش هم باید واسه مرحله بعدی، دفعه بعدی هم ما یه زمینه چینی کرده باشیم و ببین اینا رو خارکاسه بازی نیست، اینا دارم راهکار میدم که زندگی ها تداومش بهتر بشه. بعد از اینکه ارضا شدید خلاصه راتون رو نکشید برید، حرفای قشنگ بزنید، نوازش کنید، ناز کنید، بهش بپردازید، صحبتی بکنید، حرفایی بزنید، اینجوری نباشه که دیگه خدافظ خدافظ دست بدید با طرف برید، اگر میخواین دفعه بعدی باشه. شما نمیخواین نکته ای اضافه کنید در مورد خانوما باید چی کار خانوما باید چی کار کنن؟ تو راجع خانوما هم بیشتر هم من اصلا اطلاع دارید اینجا که متوجه شدم. نه خانوما من چون بیشتر سابسکرایبر ما مرد هستن، آره اکثرا پسرن. آره ولی خب یه چیزیه واقعا راجعش صحبت نمیشه، باید راجعش صحبت چه که اصلا بالاخره یه چیزیه که هستش، نمیشه بگی نباشه که. آره باید هست و باید راجعش آدم اطلاعات هم داشته باشه که خب به مشکل نخورن این هر مثلا بارداری های ناخواسته. ببین راهکار دادم واسه بارداری دیگه، بهشون گفتم چیکار کنین. حالا اگر باردار شدید چیکار کنین؟ راهکار رو میخوام به خانوما بدم. اگر دیدید که باردار شدید و جواب نگرفتی، یعنی مثلا کار از کار گذاشته تا 72 ساعت بعدش یه قرصایی هست که دبله، اونا رو استفاده کنین. اگه به اونا نشد دیگه خیلی گذشته بود، چیز زعفرون درست کنید، زعفرون قهلز، چخ قهلزا درست کنید، خود نواد بزنید، سر بکشید، پایین میپکه همه چی. من اینا رو ببین تو اینترنت ریخته اینا رو، من خدا کنه همچین چیزی هست، سرچ کن، هست هست. من خودم نمیگم که من از کجا میدونستم، خب دانش و از گذشتگان از نیاکان ما به ما رسیده که من دارم میگم، منم دارم انتقال میدم به بچه ها. به من گیر میده فکر میکنه. بعد حالا من به این موضوع پرداختم، نه تنها این موضوع، من به هر موضوعی میپردازم، عشقم به سیاست میپردازم، به موزیک میپردازم، به هورمون ها، فیزیک صوت، فیزیک کوانتوم. چیزی که هست اینه که خب واسه همون بارداری اصلا سیستم خانوما اینجوریه که یه تایمایی اصلا شاید احتمال بارداری نباشه، خیلی کم باشه. بعد یه چیزی راجع به پرده بکارت بگم که البته خدا رو شکر فرنگش داره جا میفته، در واقع ثابت شده اینکه اصلا چیزی به اسم پرده بکارت وجود نداره. پس چیه؟ خب اگه پرده بود، بسته بود، این سگ مصب چجوری خون ازش رد میشد، دختره مثلا پریود میشد. حالا درسته، نه آزمایش که میگیرن مثلا نشون میده که آره مثلا طرف رابطه جنسی داشته، ولی بحث پرده و فلان و این صحبت ها نیستش. خب اصلا چیز مهمی هم نیست. خب یه سری ها ارتجایی هن، یعنی چیزها خیلی مختلف داره، اصلا مالی یه سری ها که خیلی بسته است، یعنی پاره نشوه. آره یعنی یه سری اصلا اینجوری که باید عمل کنن که تازه بتونن رابطه جنسی برقرار کنن. ولی یه سری اینجوریه که اصلا بعد اولین رابطه جنسیشون نه خون ریزی دارن نه مثلا، چون حلقوی ارتجاییه باز میشه. آره. دوباره برمیگرده که ارتجاییه، مثلا یه سری پردهی بکارت دستتان چی کنم. بعد یکی از دلایلی که اصلا میگن خون باعث خون ریزی و فلان، حالا سیستم واقعا خیلی دیز، زن واقعا سیستم بدنش خیلی پیچیده است. آره با خودتون پیچیده. دلایلی که آره خون ریزی میشه، مثلا اگه مثلا خوب تحریک شده باشه و آره بعد رابطه جنسی اصلا خون ریزی نداره، یعنی یه سری وقتا اصلا چون مثلا زخم میشه یا آره چون وقتی که زنها تحریک میشن یک ترشحاتی آره. درونشون هست که اونو چیز میکنه، چی میگن؟ نرم میکنه، نرم نرم. آره کار همون جلای آره
همچین نده خیسش میکنه. آها خیس میشه. آه خیلی خوبه، سکس خیلی خوبه. یار یه چیزی که تو طبیعت هست دیگه. بعد آره خب یه سری دلایلی که مثلا به نظر ما اینقدر توی ایران طلاق زیاده به خاطر اینه که خب نمیدونم. میگن که اصلا نباید قبل ازدواج رابطه جنسی و فلان اصلا بلد نیستیم. ما خیلی چیزا رو بلد آره. نیستیم ما ایرانی‌ها. بعد مثلا ازدواج میکنن میرن اولی ما رو سکس کنن میبینن که اصلا طرف حال نمیکنن با مثلا رابطه جنسی هم با این طرف. آره با فیزیک مثلا هم. اون یه فیزیکی داره که اصلا میگه من نمیتونم با این آدم فیتیشا فرق میکنه خودش. به نظرم قبل از ازدواج باید اصلا رابطه جنسی برقرار بشه ها. به نظر من که مثلا ببینن آقا مثلا توی رابطه جنسی هم با هم تفاهم دارن، اوکی هم با هم حال میکنن نمیکنن چجوریه. ببین چیزی که مشخص شده آمار طلاق در کشورهای اسلامی بیشتر از آمار طلاق در کشورهای غیر اسلامیه. اینا شما میتونید تو اینترنت برید بخونید، من خودم نمیگم. این نشانه اینه که ما یه مشکلی داریم دیگه، باید بپذیریم آقا چرا اینجوریه. پس یه دردی هست دیگه. یکی از همون دردا همین پوست است که مردای مسلمان خیلی قوی نمیتونن عمل بکنن تو سکس. ولی باز میدونی از یه سری لحاظا خیلی خوشحالم، چون میدونی طرز فکرها داره باز میشه. مثلا دیگه مثلا چی میگن، یه برگه میگیرم واسه پرده بکاره که این طرف مثلا باکر است. اصلا این خیلی زشته. مثل انگار مثلا طرف خود ماشین بخره ببره ماشین فنی ببینم خراب هست نیست سالمه چیه واقعا زشته. بعد مثلا یعنی دختره باید به نظر من به خودشون احترام بذارن. کسی که ازشون پرده بکارت میخوان اصلا باید دکمه سیکتیر طرف رو بزنن. خب اون طرف یعنی تو فقط واسه یه پایین تنشون دختر رو میخوای. راست میگی دیگه. و گذشته ی آدم فقط به خودشون مربوطه. حالا شما اون آدم که در حال حاضر هست و اگه دوست داری خب نباید کار با گذشتش داشته باشه. حالا هر کاری که کرده، اگر من میخوایم با گذشتش وارد رابطه بشیم. آفرین. میخوای راجع به پوزیشن توضیحات بدیم یا نمیخواد؟ بس من دیگه. نه بچه خودشون بلدن. آره دیگه انقدر فیلم سوپر نه بچه ها. آفرین آفرین. نه وای من به عنوان عموجانی یوتیوب فارس صلاح دونستم این توضیحات رو بهتون بدم. هیچ کس راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنه. شما اگه نکته‌ای رو می‌دونید که حالا خیلی بهش پرداخته نشده توی کامنت‌ها حتما بنویسید. ببین اصلا این موضوع یک دریاییه. من میتونم ساعت‌ها راجع به صحبت کنم. نحوه‌های مختلف، ابزار. بذار اینو توضیح بدم. ببین بچه‌ها نور خیلی مهمه در این داستان. نور پردازی خیلی عالیه. شمع اون شمعه زغزغ می‌کنه. سایه‌ها و اون نور وای. مثلا لامپ روشن باشه یا تاریک ظلمات هم باشه نمیشه. با شم دوتا شم روشن کنیم، دوتا تا شم یا عود یا موزیک وای بچه ها این پلیلیست منو شما بخرید. توش یه دونه پلیلیست دارم، یعنی یه فولدر هست مخصوص سکسه. یعنی این که موزیکایی که باید اون تایم اصلا گوش میدی حشری میشه، جفت طرف ها میزنه بالا. یعنی من پلیلیستم عالیه به خدا. اون پلیلیستمون هم به زودی آماده میشه واسه فروش میذاریم. 63,000 تومنه. توش چیزای دیگه هم هست به غیر از موزیک، چیزای باحال دیگه هم پیدا میشه که سورپرایزه. بس کارو ببندیم. آره دیگه نمازیم بچه ها. سیناینو دریابید. سیناین دیگه مسبب این بود، به ما بود که حالا طول میکشید این گپ میشه تولید بکنیم. دوستون داریم بهتون سوس میزنیم. مرسی که با ما بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره. باید بریم واسه 69 سابو بزنید دیگه. سابو بزنید یه خود برید برسیم. آره و قراره که آها اینم بگیم، گیوه وی رو بگو. گیوه وی امتحانا. آها گیوه وی امتحان. امتحاناتون تموم شد، از کارنامه هاتون عکس بگیرید بفرستید. و فکر نکنید که مثلا اگر ادیت بکنید کارنامه رو ما نمیفهمیم. میفهمیم. و این که بهتون بگم اینجوری هم نیستش که فقط ما به بچه زرنگا چیز بدیم، جایزه بدیم. اون وسط مثلا تو ما میدونی که یهو دیدی به تنبلا هم خواستیم بدیم، اصلا یهو دیدی اصلا به بچه زرنگا ندادیم، فقط به تجدیدیا دادیم. بنابراین توش تقلب نکنید. هر چیزی هست صاف و صادق اونو عکس بگیرید بفرستید. ما به قید قوره به 7-8 نفرتون میخوایم
یه مبلغ توپولی بدید. آره خلاصه که امتحاناتون هم بشید بخونید، خوب بدید، پدر مادرتون رو سربلند کنید، بهتون افتخار کنن. حالا هرچند که همه چیز به درس نیستش، بیشتر به اون شخصیت و اون رفتار شماست و ماله. اگه مثلا شما درستون ضعیفه دلیل بر نیستش که آدم موفقی قرار نیست بشه، اصلا اینطور نیست. ببین نقطه مقابل من درسم واقعا خوب بود، یعنی خرخون که نبودم، باهوش بودم، خوب نمره میگرفتم. به من چه که خوب نمره میگرفتم، ولی ایشون نقطه مقابل من واقعا از درس متنفر بودم. یه نکته دیگه، کسایی هم که درس نمیخونن واسه اونا هم یه هدایایی داریم، یعنی اینجوری نیستش که فقط به بچه محصلا بخوایم جایزه بدیم. و کارنامه‌ای سال گذشته تون رو نفرستید، سال 1401 خرداد اونو بفرستید، خوری کشی می‌کنیم، نوکر شما هم هستیم، ما در خدمت شما هستیم. آره خوره شلو فلو، چون قرار بود گیو اوی تومبتون زود تومبتون داشته باشیم، ولی خب دوره شروع میشه گیو اوی، تابستون هم هست. آره پول بدیم بهتون، حالی کنید. آره دمتون گرم. ببین ما اینجوری هم پول میگیریم هم پول میدیم. آره بچه هم باعث میشه ما پول در بیاریم، ما هم سعی میکنیم که آره بده بستون خوبی داریم، بستون داریم بهتون سوس بزنیم. خداحافظ. گپ نوش گپ بزن و می بنوش، گپ نوش گپ بزن و هی بنوش، گپ نوش گپ بزن و هی می، گپ بزن و هی می، گپ بزن و می بنوش.